نوجوانان چه می جویند؟ نوشته دیوید ویلکرسون، ترجمه تا میکائیلیان. فصل پنجم. قبل از اینکه به مزرعه پدر بزرگم حرکت کنم، با همسرم گوئن مشغول خوردن چای بودیم. گوئن اصرار داشت شاید علت اینکه علاقه داری با پدر بزرگ ملاقات نمایی این است که خود را تنها حس می‌کنی و می‌خواهی به گذشته خودت برگردی و به اون متکی بشی. این کار تو به نظر من عاقلانه است و فعلا به اون احتیاج داری. به پدر بزرگ تلفن کرده و به او اطلاع داده بودم که می‌خوام اونو ببینم و او با کمال خوشحالی قبول کرده بود. پدر بزرگم 79 ساله بود و مانند همیشه قیافه جدی داشت. قبلا همه او را می شناختن. اجداد او از اهالی انگلستان و ولز و هلند بودند و خودش نوه و شاید نبیره واعظ بود. نسبنامه خانواده ما در آغاز نهضت پروتستان در اروپای غربی و جزایر انگلیس گم شده بود. تا جایی که من اطلاع دارم از زمانی که به کشیش ها اجازه ازدواج داده شد همیشه در کلیسای مسیح کشیش های از خانواده ویلکرسون وجود داشته و غالبا واعظین پرحرارتی بودند. از فیلسبرگ تا تولیدو اوهایو محل استراحت پدر بزرگم فاصله زیادی وجود داشت. همونطوری که گوئن گفته بود من در موقع رانندگی به فکر گذشته بودم. خاطرات جالبی بود و مخصوصاً وقتی جالبتر می شد که پدر بزرگ نیز در آن سهمی داشت. پدر بزرگم در کلیولند تنسی متولد شده و از 20 سالگی عملاً مشغول موعظه گشته بود. در آن موقع زندگی واعظان خیلی سخت بود. پدر بزرگم مدت زیادی از وقت خود را صرف از سواری می کرد تا برای موعظه از محلی به محل دیگر برود. وقتی به کلیسایی می رفت لازم بود تمام کارها را خودش انجام دهد. حتی چراغ‌ها را روشن کند و نظافت نماید. بعد از مدتی تازه مردم شروع به آمدن می کردند و پدر بزرگ سرودهای روحانی از قبیل عیسی امید پرجلالم و هانچه دوست است ما را عیسی به آنها یاد می داد و بعداً موعظه می کرد. موعظه های پدر بزرگم انقلابی بود و بعضی از عقاید او معاصرینش را ناراحت می ساخت. مثلا در آن زمان اگر روی کلاه خانمی پر یا روبان وجود داشت این کار گناه محسوب می شد. بعضی از رهبران کلیساها یک قیچی در دست داشتند و اگر خانمی برای دعا جلو می آمد و کلاهش دارای پر یا روبان بود آن را می بریدن. و حتی بعضی از واعظان موعظه می کردن که چگونه می توانید با روبانهایی که روی کلاه و لباس خود دارید وارد بهش شوید. ولی پدر بزرگ در این مسائل عقاید دیگری داشت و وقتی بزرگتر شد برای رسانیدن مژده انجیل به مردم روشی انتخاب کرد که خودش آن را روش دنده گوسفند می نامید. و برای تشریح موضوع اظهار می داشت که روش جلب کردن مردم درست مانند جلب کردن سگ است. اگر سگی را مشاهده کنید که از خیابان عبور می کند و استخوان کهنه‌ای در دهان دارد و بخواهید این استخوان کهنه را از او بگیرید، حتما به شما حمله خواهد کرد. زیرا غیر از این استخوان چیز دیگری ندارد. ولی اگر یک استخوان پرگوشت دنده گوسفند جلوی او بیاندازید، استخوان را ول می کند و دنده گوسفند را به دهان می گیرد و دم خود را به علامت تشکر تکان می دهد و با شما دوست می شود. من تصمیم گرفتم به جای اینکه استخوان را بگیرم یا پر و روبان مردم را ببرم چیز بهتری به آنها ارائه دهم و پیام نجات را برای آنها موعظه کنم. پدر بزرگ در جلساتی که زیر چادرهای بزرگ و همچنین در کلیساها تشکیل می شد موعظه می کرد. حتی این روزها که من برای موعظه به نقاط مختلف مسافرت می کنم، همه جا مردم خاطرات خوشی از جلسات جی ویلکرسون دارند. پدر بزرگم درباره حیات جدید در مسیح یعنی عوض شدن زندگی انسان سخن می گفت، ولی مطالبی درباره دوزخ نیز بیان می داشت و در این مورد مطالب روشن و صریحی ابراز می نمود. سخنان او به قدری متقاعد کننده و با تأکید بود که در همه تأثیر می کرد. به طور خلاصه او واعظی بود آتشین. مردم همه انتظار داشتند که پدرم نیز مانند پدر خود واعظ آتشینی گردد.
ولی کاملا با پدرش تفاوت داشت و به جای اینکه به جاهای مختلف مسافرت کند، در کلیسا به تعلیم و تربیت اعضا می پرداخت. او در تمام عمر خود در 4 کلیسا خدمت کرد، در حالی که پدر بزرگم تقریبا هر شب در جای جدیدی بود. اخلاق و رفتار پدرم نیز کاملا آرام و باثبات بود و در کلیساها محبوبیت زیادی داشت و همه در موقع گرفتاری به سراغ او می آمدن. وقتی در پیترزبورگ بودیم، یک روز پدرم به من گفت برای پیشرفت کلیسا هم واعظ آتشین لازم است و هم کشیشانی که در کمال آرامش اعضا را تعلیم دهند. ولی پدر بزرگ تو استعداد عجیبی در بیدار ساختن مردم دارد و می تواند آنها را در مقابل خدا به زانو درآورد. ما در کلیساهای خود به این امر احتیاج داریم. اتفاقا مدتی بعد پدر بزرگ به کلیسای پدرم آمد. غالب اعضای کلیسا از رؤسای بانک ها و وکلای دادگستری و اتبای شهر بودند. به همین دلیل جلسات بدون سر و صدا بود و شباهت زیادی به جلسات کلیساهای پنتیکاستی نداشت. پدر بزرگم وقتی موضوع را فهمید تصمیم گرفت که اشتباه ما را به ما گوشزد کند. وقتی پدر بزرگم به کلیسای پدرم آمد، اعضای کلیسا سعی می کردن که مانند همسایگان خود زندگی کنند و بسیار متین و باوقار رفتار نمایند. ولی پدر بزرگ عقیده داشت که این گونه اشخاص از حیث روحانی خابیدن، در حالی که مذهب مسیح باید شخص را زنده سازد و در او جنب و جوش حیات ایجاد کند. پدرم بدون اینکه کاملا راضی باشد، مجبور بود حرفای او را تصدیق نماید. و سپس مرتکب اشتباهی شد و پدر بزرگ را دعوت کرد که در جلسه عصر یک شنبه موعظه کند. من خودم در آن جلسه حاضر بودم و فراموش نمی کنم که وقتی پدر بزرگ در اولین لحظه گالش های کثیف خود را درآورد و در کنار من برگذاشت، رنگ از روی پدرم پرید. سپس پدر بزرگ در مقابل جماعت که غرق در تعجب بود ایستاد و گفت خیلی خوب. میخوام بپرسم از اینکه گالش کثیف خود را در کنار منبر گذاشتم چرا ناراحت هستید؟ کلیسای کوچک و زیبای شما را کمی کثیف کرده و غرور شما را جریحه دار نمودم، در حالی که اگر قبلا از شما میپرسیدم که مغرور هستید یا نه همگی جواب منفی میدادید. پدرم خود را جمع جور کرد و از ناراحتی میلولید. پدر بزرگ او را مخاطب ساخت و گفت تو هم باید این حرفها را گوش بدی. خادمین کلیسا کجا هستن؟ خادمین کلیسا دستای خود را بلند کردن. میخواهم تمام پنجره های کلیسا را باز کنیم. میخواهیم سر و صدا کنیم. میخواهم رؤسای بانک ها و وکلایی که در این جلسه حضور دارن بدانن که مسیحیت مذهبی از پر از شادی و نشاط. امشب میخواهیم با ابراز شادی و نشاط به همسایگان خود نشان دهیم که مسیحیت نشاط آور است. بعدن پدر بزرگ از همه خواست که برپا بایستن. همه ایستادیم. از همه خواست که در سالن کلیسا قدم بزنن و مشغول کف زدن شوند. ما حرف او را اطاعت کردیم و به قدم زدن و کف زدن ادامه دادیم. مدت 15 دقیقه مشغول این کار بودیم و وقتی میخواستیم بنشینیم پدر بزرگ سر خود را تکان میداد و ما هم قدم زدن و دست زدن را ادامه میدادیم. سپس به ما گفت سرود بخوانیم. بنابراین ما راه می رفتیم، کف می زدیم و سرود می خواندیم. وقتی کمی سوس می شدیم، پدر بزرگ پنجره ها را چند سانتیمتر بیشتر باز می کرد. به صورت پدرم نگاه کردم و متوجه شدم که با خود می گوید ضربه شدیدی بر کلیسا وارد شد ولی لازم بود. آنگاه شروع به سرود خواندن کرد و صدایش از همه بلندتر بود. این جلسه بسیار عالی بود. روز بعد پدرم برای اولین بار متوجه عکس‌العمل همسایگان شد، زیرا برای انجام کاری به یکی از بانک‌ها رفت و متوجه شد که یکی از همسایگان پشت باجه نشسته است. پدرم خواست رد شود ولی آن شخص را صدا زد و گفت آقای کشیش ویلکرسون، شب قبل در کلیسای شما صدای سرودهای زیبایی به گوش می رسید. همه راجع به این موضوع سخن می گویند. ما شنیده بودیم که اعضای کلیسای پنتیکاستی بسیار خوب سرود می‌خوانند و منتظر بودیم که بشنویم. همه از شنیدن این سرودها خیلی خوشحال شدند. ظرف 3 سال بعد در کلیسای ما آزادی و قدرت روحانی حکم فرمایی می‌کرد و واقعه آن شب درس مهمی برای من محسوب می‌گردید.
پدر بزرگم بعداً درباره جلسه با پدرم صحبت کرد و به او گفت باید درباره قدرت روح القدس سخن بگوییم، زیرا در این موقع است که اعضای کلیسا قدرت و حیات خواهند یافت. روح القدس به کلیسا قدرت و حیات می دهد. وقتی قدرت و حیات را داشته باشید نیرومند خواهید شد و شخص نیرومند نمی تواند بدون سر و صدا در جای خود بنشیند، بلکه فریاد شادی برمی آورد. ضمناً روح القدس باعث می گردد که انسان در حضور خدا به زانو درآید. پدر بزرگ اهل دعا بود و تمام اعضای خانوادهش مانند او بودند. عادت به دعا را به پدرم نیز تعلیم داد و این عادت از پدرم به من رسید. یک روز پدر بزرگ از من پرسید دیوید، وقتی گرفتار اشکال می شی دعا می کنی؟ در ابتدا خیال کردم که این سوال خیلی بیجاست، ولی وقتی پدر بزرگ اصرار کرد متوجه شدم که میخواهد نکته مهمی به من تعلیم دهد. من معمولا از خدا تشکر میکردم که بخشش های نیکویی از قبیل والدین و خوراک و وسایل تحصیل به من ارزانی فرموده است. همچنین به طور کلی دعا میکردم که خدا روزی مرا به کار ببرد و بتوانم برای او خدمت کنم. ولی خیلی کم اتفاق می افتاد که برای کمک مخصوصی دعا کنم. پدر بزرگ به چشمان من خیره شد و گفت دیوید، وقتی اونقدر جرأت پیدا کردی که بتونی در حضور همه دعا کنی و از خدا درخواستهایی بنمایی، در آن موقع دارای قدرت خواهی شد. من مقصود او را به خوبی درک نکردم و علت این امر اولا این بود که من هنوز 12 سال بیشتر نداشتم و ثانیاً از عقیده او چندان خوشم نمی آمد. ولی تصادفاً وقتی با یک بدبختی روبرو شدیم مقصود اصلی پدر بزرگ را درک کردم. تا جایی که به یاد دارم پدرم همیشه مریض بود. زخم روده داشت و مدت 10 سال درد می کشید. یک روز که از مدرسه به خانه برمی گشتم دیدم یک آمبولانس به سرعت حرکت می کنه. بعدن فهمیدم که به خانه ما میره. در منزل ما عده‌ای از رهبران کلیسا با قیافه های گرفته نشسته بودن. دکتر اجازه نداد که من به اتاق پدرم داخل بشم، ولی مادرم نزد من آمد. پرسیدم ماما، پدر داره میمیره؟ مادرم به چشمانم نگاهی کرد و تصمیم گرفت که حقیقت رو بگه. دکتر نظر داده که بیش از 2 ساعت زنده نخواهد ماند. در همون لحظه پدرم از درد فریادی برآورد و مادرم دستی به شانه‌ام زد و با سرعت به اتاق پدرم رفت و در رو بست. ولی پیش از این که در رو ببنده فهمیدم چرا دکتر اجازه نداده که من پدرم رو ببینم. رخت خواب و کف اتاق پر از خون بود. در اون لحظه سخنان پدر بزرگ رو به یاد آوردم. او گفته بود که وقتی بتونم در حضور همه دعا کنم دارای قوت خواهم شد. اول تصمیم گرفتم به اتاق پذیرایی برم و به همه اعلام کنم که میخوام برای شفای پدر دعا کنم. ولی نتونستم این کار را انجام بدم، زیرا باز می ترسیدم دعایم مستجاب نشود. به نصیحت پدر بزرگم توجهی نکردم و از پله های زیر زمین پایین رفتم و خود را در زغالدانی پنهان کردم و سعی نمودم تا با فریاد کردن کم ایمانی خود را جبران کنم. ولی متوجه نبودم که صدایم مانند صدای بلندگو در تمام ساختمان می پیچه. علت این امر این بود که خانه ما دارای دستگاه حرارت مرکزی بود و از مجاورت جایی که من پنهان بودم لوله هایی به تمام اتاق ها کشیده شده بود. صدای من از آن لوله ها به اتاق ها می رفت و اشخاصی که در اتاق پذیرایی ما نشسته بودن ناگهان شنیدن که یک نفر از داخل دیوارها از صمیم قلب و با جدیت تمام دعا می کند. دکتر این صدا را شنید. پدرم نیز که در بستر مرگ افتاده بود این صدا را شنید. پدرم با صدای آهسته به اطرافیان گفت دیوید رو اینجا بیارین. مرا از اتاق پذیرایی از مقابل رهبران کلیسا عبور دادن و به اتاق پدرم بردند. پدرم از دکتر خواهش کرد که چند دقیقه در سرسرا بماند و به مادرم گفت که آیه 22 باب 21 انجیل متا را با صدای بلند بخواند. مادر کتاب مقدس را برداشت و آیه را پیدا کرد و چنین خواند: و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. من کاملا به هیجان آمده بودم. گفتم مامان، نمیتونم با ایمان به این وعده کلام خدا شفای پاپا را از خدا بخوام؟ مادرم این آیه را چندین بار خواند. در حدود 10-12 بار خواند و وقتی می‌خواند من از جای خود بلند شدم و نزد پدرم رفتم و دست خود را بر پیشانی او نهادم و دعا کردم
خداوند، من به فرمایش تو ایمان دارم. خواهش میکنم پاپا رو شفا بده. یک اقدام دیگر لازم بود. به طرف در حرکت نمودم و آن را باز کردم و با صدای روشن و بلندی گفتم: آقای دکتر براون، خواهش میکنم بفرمایید من برای پدرم دعا کردم و ایمان دارم که بهتر شده است. البته گفتن این موضوع خیلی مشکل بود، ولی هر طور بود گفتم. دکتر براون ضمن این که میخواست به احساسات کودک 12 ساله لطمه وارد نسازد لبخندی زد، ولی از نگاه او کاملا معلوم بود که هیچ ایمانی به حرفای من ندارد. ولی وقتی مشغول معاینه پدرم گردید، لبخند او ابتدا به تعجب و سپس به بهت و حیرت تبدیل شد و اظهار داشت: حتما اتفاقی افتاده است. وقتی این جمله را می گفت صدایش خیلی آهسته بود. دکتر براون با انگشتانی لرزان دستگاه اندازه‌گیری فشار خون را برداشت و فشار خون پدرم را اندازه گرفت و بعد از اینکه زیر پلک‌های او را مشاهده کرد و به شکم او دست زد و دوباره به اندازه فشار خون او نگاه کرد و گفت: آقای کشیش، چطور هستید؟ پدرم گفت: مثل این است که نیروی تازه‌ای به بدن من جاری شده. دکتر اظهار داشت: آقای کشیش، باید اقرار کنم که همکنون معجزه‌ای واقع شده است. در همان موقع پدرم از رخت خواب بیرون آمد و من از تمام شک‌ها و تردیدهایی که در مورد نیروی دعا داشتم آزاد شدم. وقتی با ماشین خود به طرف منزل پدر بزرگم حرکت می کردم، این یکی از خاطراتی بود که به یاد من آمد. خوشبختانه پدر بزرگم مانند همیشه هوشیار و سرحال بود. حرکاتش کمی آهسته تر شده، ولی سرعت انتقال و شعورش کاهش نیافته بود. روی صندلی راحتی دراز کشیده بود و با دقت به سخنان من گوش می داد و من تمام وقایعی را که اخیراً برایم اتفاق افتاده بود برای او شرح دادم. مدت 1 ساعت به حرفای من گوش داد و فقط ضمن صحبت من سوالاتی می کرد تا موضوع روشن تر شود. بعد از اینکه حرفایم تمام شد از او پرسیدم: پدر بزرگ، نظر شما در این مورد چیست؟ آیا تصور می کنید که خدا به من مأموریت داده بود که در جریان دادرسی به این جوانان کمک کنم؟ پدر بزرگ جواب داد: نه خیر. گفتم: پس تمام وقایعی که تعریف کردم چرا اتفاق افتاد؟ گفت: به نظر من خداوند مدت‌ها اجازه نخواهد داد که تو این 7 پسر را ببینی. علت این امر آن است که اگر تو این پسرها را حالا ببینی، خیال خواهی کرد که مأموریت خود را در مورد نوجوانان نیویورک به پایان رسانیده ای. در حالی که من تصور می کنم نقشه خدا خیلی وسیع تر از این است. پرسیدم: مقصودتون چیه؟ جواب داد: دیوید پسرم، من احساس می کنم که مقصود اصلی خدا این نیست که تو فقط این 7 پسر را ملاقات کنی، بلکه باید 1000 نوجوان را ملاقات و به آنها کمک نمایی. پدر بزرگ کمی فرصت داد که این مطالب را هضم نمایم، سپس ادامه داد: در نیویورک 1000 نوجوان وجود دارد که اگر به آنها کمک نشود، به سرنوشت همان 7 پسر گرفتار خواهند شد. من احساس می کنم که تو باید افق دید خودت رو وسیع تر سازی. سخنان پدر بزرگ به من الهام می بخشید. قبلا احساس می کردم که می خواهم از نیویورک فرار کنم، ولی حالا می خواهم هرچه زودتر برگردم و مشغول کار شوم. این موضوع را به پدر بزرگ گفتم، ولی او لبخندی زد و جواب داد: اکنون که در این اتاق گرم نزد پدر بزرگ خود نشسته ای، به آسانی می توانی این حرفها را بر زبان آوری، ولی صبر کن تا با این پسرها بیشتر آشنا شوی. آنگاه خواهی دید که اینها پر از گناه و نفرت هستند و خیلی بدتر از آن می باشند که قابل تصور باشد. این نوجوانان به قتل و زنای به عنف و لواط آلوده هستند. عکس‌العمل تو در مقابل این کارها چه خواهد بود؟ نتوانستم جوابی به او بدهم. پدر بزرگ ادامه داد: دیوید، پس بگذار خودم جواب سؤال خود را بدم. در این گونه موارد باید به موضوع اصلی انجیل توجه نمایی. به نظر تو موضوع اصلی انجیل چیست؟ به چشمای او نگاه کردم و گفتم: من از پدر بزرگ خودم این موضوع را بارها شنیدم. موضوع اصلی انجیل عبارت است از تغییر و عوض شدن،
یعنی آغاز زندگی جدیدی که مورد پسند خدا باشد. پدر بزرگ گفت جواب تو درست بود، ولی این کاریه که خداوند باید انجام بده و هیچ انسانی قادر نیست که شخص دیگری را عوض کند. وقتی انسان با خدا روبرو شود، خود به خود تغییر خواهد یافت و نمیتواند مانند سابق باشد. از قیافه پدر بزرگ فهمیدم تمام موضوعاتی که لازم بود مورد بحث قرار گرفته است. او به آرامی از روی صندلی برخاست و به طرف در حرکت کرد. ولی من متوجه شدم که میخواهد مطلب مهمی به من بگوید. در حالی که دستگیره در را در دست داشت گفت دیوید، نگرانی من درباره تو اینه که وقتی گناهان بعضی از شهرنشین‌ها رو مشاهده کنی تا به تحمل اون رو نداشته باشی. تو هنوز با زندگی شهری چندان آشنا نیستی و وقتی بعضی چیزا رو ببینی موهای بدنت راست خواهد شد. سپس شروع به شرح واقعی کرد که به نظر من چندان ربطی به موضوع نداشت. مدتی قبل از تپه‌ای بالا می رفتم که ناگهان به مار بزرگی برخوردم که بدون حرکت زیر آفتاب قرار داشت. من از ترس مدتی بر جای خودم میخکوب ماندم و سپس معجزه‌ای دیدم. آن مار از پوست خود خارج شد و به صورت ماری بسیار زیبا راه خودش رو در پیش گرفت و پوستش در همون جا موند. وقتی تو کار خود رو در شهر شروع می کنی، مانند من دچار تعجب مشو. خدا انتظار داره که این نوجوانان مانند آن مار از پوست و ظاهر گناه آلود و قدیمی خود جدا شوند و به اشخاص جدیدی تبدیل گردند.